به نام خدا. امیدوارم که همه تو بیدار باشید و این بحث امروز رو به خوبی تماشا کنید. جلسات قبل راجع به برق‌کاف یا الکترولیز صحبت کردیم. گفتیم که برق‌کاف در سلول‌های الکترولیتی انجام میشه. ما دو تا سلول داشتیم یا دو نوع سلول داشتیم، سلول گالوانی و سلول الکترولیتی. یک مقایسه بسیار سریع و کوچکی انجام بدم تا وارد بحث جدید بشیم. در سلول‌های گالوانی اگر خاطرتون باشه، ما یک ظرف داشتیم، یک دیواره متخلخل داشتیم، دو تا الکترود هر کدوم جداگونه توی محلول الکترولیت خودش بود. مثلا اگر من Zn رو انتخاب کنم و Cu رو انتخاب کنم، Zn در محلول الکترولیت خودش بود، Zn دو مثبت، SO4 دو منفی، Cu دو مثبت، SO4 دو منفی، و توسط مدار بیرونی به ولزنگ وصل میشد. این میشد قطب منفی آنود، این میشد قطب مثبت کاتود، و گفتیم که زنه تمایلش برای خوردگی یا برای اکسید شدن بیشتره، پس شروع میکنه به خورده شدن. در واقع زنه جامد، که زنه جامد باشه تیره، میشود زنه دو مثبت اکیو و علاقه دو الکترون، و این طرف سه دو مثبت های محلول میرن الکترون میگیرن، میشن سه یوی جامد و روی تیغه میشینن. پس یک کاهش جرمی رو ما در آنود داریم به خاطر خورده شدن زنده، و یک افزایش جرمی رو در کاتود داریم، و در نهایت یک ولتاژ اینجا نشون داده میشه، چیز حدود 1.1 ولت اینجا نشون داده میشه. نکته دیگه که ما تو این سلول میگفتیم اینه که وقتی زدن خورده میشه، میزان زدن دو مثبت در محلول افزایش پیدا میکنه. اگر این ایون زیاد بشه، در واقع اتفاقی که میفته اینه که محلول الکترولیت های ما از حالت خنثی خارج میشن. قبلا به همون اندازه که بار مثبت داشتیم بار منفی داشتیم، الان با خورده شدن زدن تعداد زدن دو مثبت ها زیاد میشه. این طرف با خروج سه یونی دو مثبت و نشستن روی تیغه مس، تعداد سه یوهای دو مثبت توی محلول کم میشن. از در واقع اینجا بار مثبت زیاد میشه، اینجا بار منفی زیاد میشه. گفتیم اتفاقی که میفته مهاجرته، یعنی زد دو مثبت ها که در واقع کاتیون هستن حرکت میکنن به سمت کاتود، و SO4 دو منفی ها حرکت میکنن به سمت آنود. اما در سلول های الکترولیتی ما دو تا ظرف جدا نداریم، فقط یک ظرف داریم و هر دو تا تیغه توی یک محلول الکترولیت قرار میگیرن. تیغه Zn هم تو همون محلول الکترولیتی قرار میگیره که تیغه Cu قرار میگیره. اما اینکه این محلول ما از چه باشد، غالبا از جنس آنوده. مثلا اینجا حالا مدار الکتریکیشو کامل کنیم، میگیم که از جنس Zn، ولی میتونه یک محلول الکترولیت دیگری هم باشه. خب ما Zn رو بس کردیم به قطب مثبت، پس میشه قطب مثبت. Cu رو بس کردیم به قطب منفی، پس میشه قطب منفی. من میتونم اینجا رو محلول هاش مثبت بگیرم، الکترولیت هم اسید باشه، میتونم بگیرمش Zn دو مثبت، میتونم Cu دو مثبت هم بگیرم. اگر سی یون مثبت بگیرم، یون های سی یون مثبت میرن و کاهش پیدا میکنن. اما
حالا زنه نوزمت بگیریم ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد. خب بین زنه نسیو دوباره زنه تمایلش برای خوردگی بیشتره، پس زنه جامعه میشه زنه نوزمت به علاوه دو الکترون که این فرایند فرایند اکسایشه. پس اینجا میشه آنود. آنود هیچ ربطی به خود مثبت و منفی نداره، هر جایی که اکسایش پیدا کنه آنوده، هر جایی که اکسایش پیدا کنه آنوده. اینجا اگر این منفیه به خاطر اینه که وقتی زنن خورده میشد الکترون هاش روی تیغه باقی میموند، پس اینجا قطب منفی میشد. اینجا اگر مثبته چون به قطب مثبت باتری یا اون مولد ما وصل شده. خب پس زنن ها اومدن به صورت زنن مثبت وارد محلول شدن. حالا میزان زنن مثبت اینجا زیاده، دوباره زنن مثبت ها حرکت میکنن به سمت تیغه، الکترون میگیرن و به صورت زدن جامد روی تیغه میشینن. پس همونجور که مشاهده میشه اینجا یک فرایند خود به خودی داریم، اما با توجه به این عبارتی که اینجا نوشتم این فرایند خود به خودی نیست، در واقع غیر خود به خودیه. به دلیل اعمال پورتاژ از بالا ما اینو وادار میکنیم که الکترون بگیره. خب این رو با بررسی کردیم. کاربرد یکی از کاربردهای سلول‌های الکترولیتیک استخراج فلزات هست از سنگ معدنشون. مثلا اگر ما بخوایم آلومینیوم به دست بیاریم میتونیم از سنگ معدن آلومینیوم استفاده کنیم، ذوبش کنیم در یک سلول الکترولیتیک و بتونیم یون آل مثبت رو به آل فلزی تبدیل کنیم. اما قبل از اون ما آب رو برف بافت کردیم و بعد از اون اومدیم راجع به برف بافت سدیم کلرید صحبت کردیم. سدیم کلرید هم به صورت محلول رقیق هم به صورت محلول غلیظ بررسی شد. یک مثال حل میکنم از برف بافت ها و بعد وارد بحث جدید میشه. همه اینها جهت یادآوری هست، پس در واقع باید مطالب خوبی تکرار بشه تو ذهنمون ماندگار باشه. فرض کنیم به ما میگن که نمک کا آی رو شما الکترولیز کنید. خب ما این نمک رو تو آب حل میکنیم، پس من الان یه ظرفی دارم، این در واقع محلول ما هست و نمکمون هست، دو تا الکترود داریم اینجا، جریان برق رو وصل میکنیم، قطب مثبت قطب منفی، الکترودی که به مثبت الکترود مثبت و الکترودی که به قطب منفی هست الکترود منفی. خب ما اینجا چی داریم؟ اینجا داریم نمک کا بیل که حل شده، پس داریم کای مثبت بیل منفی. اما کای مثبت و بیل منفی جهت جا به جایی به حرکتشون چجوریه؟ ببینید ما وقتی میگیم محلول کا بیل داریم یه رقیب وجود داره به نام آب، یعنی در مقابل کای مثبت مولکول‌های آب هستن برای گرفتن الکترون و در مقابل بیل منفی مولکول‌های آب هستن برای از دست دادن الکترون. متشکرم. خب اگر رقابت ایون‌ها رو بخوایم مقایسه کنیم، اینجا کای مثبت داریم، رقیبش مولکول‌های آب، اینجا بیل منفی داریم و رقیبش مولکول‌های آب. بین کای مثبت و آب اینها حرکت میکنن به سمت قطب منفی ما، که حواسمون باشه اینجا سلول الکترولیتیه، قطب منفی کاتوده و قطب مثبت آنوده. یون مثبت حرکت میکنه به سمت قطب منفی، میخواد الکترون بگیره. الکترون گرفتن یعنی کاهش و کاهش هم که در کاتوده، پس قطب منفی میشه کاتود. بیل منفی الکترون از دست میدهد، از دست دادن الکترون اکسایش،
اکسایدش هم در آنود اتفاق میفته. همین عبارت هایی که اینجا نوشته شده. اما گفتیم در کاتود کی کاهش پیدا میکنه؟ هر که ای صفر کاهشی بزرگتری داره، تمایلش برای گرفتن الکترون بیشتر. بین کاه مثبت و هاش دو او تمایلش برای گرفتن الکترون بیشتره. پس به جای اینکه کاه مثبت بره سمت قطب منفی الکترون بگیره، این مولکول های آب هستن که میرن الکترون میگیرن و تبدیل میشن به پس مولکول های آب الکترون میگیرن، کاهش پیدا میکنن به هاشتوی گازی و تبدیل میشن به اوهاش منفی اکیو. پس بین این دوتا یکیشون میره الکترون میگیره، کاهش پیدا میکنه، جایی که کاهش پیدا میکنه میشه کاتود و یکی از اینها الکترون از دست میده، افزایش پیدا میکنه میشه آنود. کجا رو بکنی شما؟ بیار منفی و بیار توی شکل اون آی منفی نباید باشه؟ نه این بیار نمیزور آه نه همون کاویار ایم بله نه همون کاویار بله. خب نکته دیگه که اینجا وجود داره مقایسه این دوتا برای از دست دادن الکترون. بین بیار منفی و H2O کی تمایلش برای از دست دادن الکترون بیشتره؟ اینجا میگیم هر که ای صفر کاهشیه کوچکتری داره. پس اینجا در کاتود کی الکترون میگیره؟ هر کی صفر کاهشیش بزرگتره. و در آنود کی الکترون از دست میده؟ هر کی صفر کاهشیش کوچکتره. اما بین این دوتا بخوام مقایسه کنیم، یه ترتیبی رو یه سری رو من اینجا می‌نویسم. گفتیم اوهاش منفی تمایلش برای اکسید شدن بیشتر از آی منفیه، آی منفی بیشتر از بیر منفیه، بیر منفی بیشتر از سیر منفی غلیظه، این بیشتر از H2O مایع است، این بیشتر از سیر منفی رقیقه، این بیشتر از SO4 دو منفی و این بیشتر از F1 منفی. تمایل OH منفی، آی منفی و این طرفی ها برای اکسید شدن بیشتره. پس بین بیر منفی و مولکول های آب کدوم یکی تمایل بیشتری برای اکسید شدن داره؟ بیر منفی. پس دو تا بیر منفی میدن دو الکترون و تبدیل میشه به بیر دوی مایع. پس در واقع وقتی شما داری کاه بیر رو برف‌کاف میکنی، به جایی که یون کاه مثبت و یون بیر منفی دو تایی با هم برن کاهش و اکسایش پیدا کنن، کاه مثبتی چه اتفاقی براش نمیفته، همینطور به فرم یونیده در آب باقی میمونه. اما بین بیر منفی و آب، بیر منفی میره الکترون میده و در واقع اکسایش پیدا میکنه. پس محصولات ما در کاتود میشود گاز هیدروژن و در آنود میشود بروم مایع. اما سوالی که میشه اینجا مطرح کرد اینه که خب وقتی این واکنش انجام میشه، قبل از واکنش pH 7 بوده، کابیه رو ما توش حل کردیم، pH 7ه. کابیه جزء نمک های خونسا محسوب میشه، یعنی اگر شما کابیه رو تو آب حل کنید pH رو تغییر نمیده، pH آب رو تغییر نمیده. بعضی از نمک ها نمک های اسیدی هستند و بعضی نمک های بازی هستند، اما کابیه یه نمک خونساییه. هر نمکی که از یک اسید و باز قوی درست شده باشه اون نمک میشه نمک خونسا. این از کاوهاش درست شده و از هاشبیر درست شده، یعنی اسید و باز سازندش هر دوتا قوی هم، هم کاوهاش هم هاشبیر قوی هم، پس این نمک نمک خونساییه. اما وقتی محلول این نمک رو میگه برقاف میکنیم، میبینیم که در کاتود در قطب منفی اوهاش منفی پدید میاد. خب چون در کاتود قطب منفی و اوهاش منفی پدید اومده،
و در آنود هیچ اتفاقی برای مولکولای آب نیفتاده، پس در مجموع مقدار OH منفی در محلول افزایش پیدا میکنه. اگر ما چند قطره فنولفتالین اطراف کاتود بریزیم، اونجا مشاهده خواهیم کرد که ارغوانی رنگ میشه و این وجود OH منفی رو اثبات میکنه. خب اینها مباحثی بود که ما قبلا در ارتباط با اونها صحبت کردیم، اما میخوایم وارد بحث جدید بشیم. در بحث جدید ما استخراج منیزیوم رو داریم از آب دریا. در آب دریا امجی دو مثبت به فراوانی یافت میشه. در واقع در آب دریا خیلی از کاتیون‌ها وجود دارن، چون وقتی باران میباره یا اکثر رودخونه‌ها انتهاشون میرسه به آب دریا، پس هر چیزی که در سطح زمین قابل حل در آب باشه با ریزش باران و جاری شدن به سمت دریا قالب نمک ها میتونن حل بشن و برن توی دریا. پس ما یون زیاد داریم، کای مثبت داریم، انای مثبت داریم، ام جی دو مثبت هم به وفور یا داریم اونجا. خب در کتاب درسیمون یا در صفحه 81 جزوه مراحل استخراج منیزیوم رو از آب دریا و در نهایت برکافت یا الکترولیز اون رو ما مشاهده میکنیم. خب اگر نمودار رو با دقت بررسی کنیم، چارتی که اینجا برای ما نشون داده، ابتدا آب دریا داریم. آب دریا در یک مخزنی میاد و ذخیره میشه. اونجا میاد به اون مخزن یا اون مقدار یا اون حجم از آبی که در واقع ذخیره کردن یون OH منفی اضافه میکنن. در واقع اگر اینجا فرض کنیم که آب دریا ذخیره شده و ما الان اینجا Mg دو مثبت داریم یا کای مثبت داریم یا Ni مثبت داریم، خب یون های دیگر هم حتما داریم، در اولین قدم برای استخراج آب دریا همون جوری که مشاهده میشه به این OH منفی اضافه میکنن. OH منفی با این با این و با این، یعنی با ایون Ni مثبت، کای مثبت و Mg دو مثبت، NaOH، KaOH و Mg OH دو مرتبه میده. اما NaOH باز هم محلول در آبه، KaOH باز هم محلول در آبه، انگار اصلا با این یونها ترکیب نشده. اما با Mg دو مثبت تبدیل به یک رسوب میشه. پس با اضافه کردن OH منفی به آب دریا ما شاهد ایجاد Mg OH دو مرتبه رسوب یا نامحلول هستیم. همونجوری که در شکل مشاهده میکنید آب دریا بالای فلش OH منفی یک یون، بعد توی قسمت بعد S گذاشته و نقطه چین. این S که اینجا گذاشته و نقطه چینی که گذاشته، در واقع شما جای نقطه چین باید بنویسید Mg OH دو مرتبه. خب Mg OH دو مرتبه در واقع در کف این مخزن رسوب میکنه. اقدام بعدی اینه که من باید Mg OH دو مرتبه که رسوب رو از آب دریا جدا کنم. پس میام از صافی عبورش میدم. پس اون صافی که اونجا در واقع نشون داده اینه که شما این محلول رو به همراه Mg OH دو مرتبه میریزید و عبورش میدید در صافی. فقط روی صافی چی میمونه؟ Mg OH دو مرتبه جامد میمونه. حالا میایم به این Mg OH دو مرتبه جامدی که باقی مونده، ما HCl اکیو وارد میکنیم. وقتی که HCl اکیو اضافه میشه، یه واکنشی بین Mg OH دو مرتبه جامد و HCl اکیو انجام میگیره. اون معادله رو اگه بخوام اینجا بنویسم، در واقع Mg OH دو مرتبه جامد به علاوه HCl اکیو میشه Mg Cl2 اکیو به علاوه H2. پس نتیجه اضافه شدن HCl اکیو
و رسوب منیزیوم هیدروکسید تولید MgCl2 اکیویه. یعنی ما دوباره یون Mg2 مثبت رو به صورت محلول آزاد کردیم. البته در کنار این سیر منفی هم وجود داره، موازنش رو انجام بدیم، دو تا سیر منفی. پس ابتدا آب دریا بود، آمدیم OH منفی بهش اضافه کردیم، رسوب MgOH دو مرتبه در واقع تولید شد، بعد از صافی عبورش دادیم، MgOH دو مرتبه روی صافی مون جداش کردیم، بهش های سیل زدیم، نتیجه زدن های سیل تولید MgCl2 اکیویه که الان در MgCl2 اکیو یونهای Mg2 مثبت و سیر منفی جدایه. اما در قدم بعدی همونجوری که مشاهده میکنید خشک کردنه. خب وقتی که MgCl2 اکیو رو که محلول حرارت بدیم، این تبدیل میشه به MgCl2 جامد، یعنی در واقع حلال که آب باشه بخار میشه و تنها چیزی که باقی میمونه چیه؟ MgCl2 جامده. پس من تونستم در قالب نمک منیزیم کلورین این رو از اون آب دریایی که اون همه یون مثبت و منفی در کنارش بود جدا کنم. قدم بعدی حرارت دادن و ذوب کردن MgCl2. همونجوری که مشاهده میکنید نوشته ذوب کردن و L گذاشته. وقتی L گذاشته یعنی من Mg دو مثبت مذاب دارم و Cl منفی مذاب دارم. پس مثل NaCl که ذوبش کردیم و بعد برق کافتش کردیم، در اینجا هم MgCl2 در واقع در اثر حرارت ذوب شد به Mg دو مثبت مذاب و Cl منفی مذاب. خب قدم بعدی برق کافتمون هست. پس این MgCl2 مذابی که درست شده حالا بیاد و برق کافت میشه. اگر بخوایم برق کافتی رو نشون بدیم، فرض کنیم در یه سلول الکترولیتی با این شکل نشون داده میشه، همونطوری که مشاهده میکنید قطب مثبت، الکترود مثبت و الکترود منفی. خب ما اینجا الان چی داریم؟ ما در اینجا Mg دو مثبت مذاب و Cl منفی مذاب داریم. اتفاقی که میفته Mg دو مثبت مذاب کمبود الکترون داره، حرکت میکنه به سمت قطب منفی. پس Mg دو مثبت مذاب میاد دو تا الکترون بگیره و تبدیل میشه به Mg. اما این طرف چه اتفاقی میفته؟ Cl منفی مذاب میره الکترون میده و تبدیل میشه به گاز کلور. دو تا Cl منفی، دو تا الکترون و این هم مبازن است. پس در اثر برقاف یا الکترولیز در واقع MgCl2 مذاب ما تونستیم Mg دو مثبت رو به Mg تبدیل کنیم و Cl منفی رو هم به گاز کلور. این سلول سلول الکترولیتی، سلول گالوانی نیست. اینجا کاهش اتفاق میفته کاتون و اینجا ببینید که اکسایش اتفاق افتاده آنود. خب دو تا نقطه دیگه تو این شکل قابل بررسی هست. همونجوری که مشاهده میکنید سمت راست شکل جایی که گاز گذاشته همین گاز کلور هست، اما اتفاقی که افتاده اینه که از گاز کلور تولید شده دوباره اومدن استفاده کردن. چه استفاده کردن؟ همونجوری که مشاهده میشه گاز کلور رو دوباره از سمت راست انتقالش دادن بالا، از انحلال گاز کلور در آب یا در همون محلول های سیل تونستن محلول های سیل بیشتر یا محلول های سیل قلیستر در واقع به دست بیارن. پس این گاز کلور این کاربرد رو توی این فرآیند داره. نکته دیگه که در سمت چپ شکل مشاهده میکنید، خب ما برقاف رو انجام دادیم، اینجا نمیشه سلول نقطه چی؟ این سلول میشه سلول الکترولیتی. سلولی که داره برقاف تو این اتفاق میفته سلول الکترولیتی. نکته دیگه که در واقع شکل پایانی یا شکل سمت چپ داریم آمده
وضعیت منیزیوم مذاب تولید شده رو نسبت به MgCl2 مذاب نمایش داده، که اگر مشاهده کنید چگالی منیزیوم مذاب نسبت به MgCl2 مذاب کمتره و این منیزیوم مذاب بالای این در واقع نمک مذاب قرار گرفته. پس طی این فرایند یا این چرخه ما تونستیم به راحتی منیزیوم رو از آب دریا جدا کنیم و استخراجش کنیم. این فرایندی بود که توی این شکل اتفاق افتاده. بسیار هم مهمه، همه موارد، همه نقطه‌چین ها به خوبی باید بررسی بشه. خب چرا اوهاش منفی اینجا اضافه میکنن به آب دریا؟ برای که بتونن منیزیوم رو به صورت رسوب از آب دریا جدا کنن. حالا جداش کردن، صافش کردن، روی صافی MgOH دو مرتبه جامد بود. چرا دوباره HCl میزنن؟ ما باید این رو به صورت یک نمک در بیاریم، یک نمکی که محلول در آب باشه و بعد بتونیم با حرارت دادن حلال که آب بفرستیم بیرون فقط نمک بمونه. به همین دلیل با HCl واکنشش میدن، تبدیل میشه به نمک MgCl2Aq که با حرارت دادن و خشک کردن تبدیل میشه به MgCl2 جامد. این MgCl2 جامد حالا حرارت داده میشه، ذوب میشه، میشه Mg2 مثبت مذاب، Cl منفی مذاب، که اگر بخوام بحث موازنه رو در نظر بگیریم یه دو بذاریم اینجا. اما حالا باید این برق کاف بشه. وقتی برق کاف میشه در کاتود منیزیوم مذاب و در آنود گاز کلور تولید میشه، که گفتیم گاز کلور دوباره تو اون فرایند استفاده میشه. چرخه‌ای که کتاب شما نشون داده بود این بود که دوباره گاز کلور میاد اینجا در محلول HCl حل میشه یا در آب حل میشه، H2 و Cl2 یه HCl غلیظتر در واقع خواهیم داشت. و این طرف هم که منیزیم رو تونستیم استخراج کنیم و نقطه نهاییش هم همین بود که بین منیزیوم و منیزیوم کلورید مذاب منیزیوم چگالیش کمتره، بالا قرار میگیره و به راحتی جدا میشه. در ادامه این فصل ما آلومینیوم را هم از سنگ معدنش استخراج میکنیم، اما یک تفاوتی بین استخراج منیزیوم و آلومینیوم خواهیم دید و اون اینه که اونجا آلومینیوم از محلول الکترولیتش یا آلومینیوم آلدوسی مذاب سنگین‌تر میره پایین، اینجا منیزیوم سبک‌تر میره بالا. در هیچ کجای کتاب این جمله نوشته نشده، فقط توجه به شکل‌ها مهمه و باعث میشه که ما به راحتی بتونیم این نکات رو از شکل‌ها درک کنیم و تو از اونها ازش استفاده کنیم. خب بحث دیگه‌ای که امروز پی می‌گیریم و ادامه می‌دیم فرایند خوردگی یا اکسایش. خیلی از فلزات به راحتی در حضور آب میان و با اکسیژن موجود در هوا واکنش میدن، اما در مقابل اون فلزاتی هم هستن به نام فلزات نجیب یا تحت عنوان فلزات نجیب که تمایلی برای واکنش دادن ندارن، مثل پلاتین که در بدن انسان هم داریم ازش استفاده میکنیم به خاطر همین عدم تمایل برای واکنش پذیری، یا مثل طلا که در خیلی از جاها داره استفاده میشه، در بارگاه ها صف های گنبد ها طلایی هست به خاطر عدم واکنش پذیری که داره. اما آیا ما میتونیم جلوگیری کنیم از خوردگی؟ بله، اگر بیایم مانع تحصیل اکسیژن و رطوبت بر سطح قطعه آهنی بشیم، یعنی نگذاریم که O2 و H2O همزمان تحصیل بگذارن، خوردگی اتفاق نمیفته. خب پس اگر ما یه مانعی بین هوا و سطح فلزات قرار بدیم که اینها تأثیر نگذارن، پس خوردگی به اتفاق نمیفته. این مانع یا این پوشش چی میتونه باشه؟ میتونه رنگ باشه، یعنی ما بیایم یه لایه نازکی از رنگ روی این قطعه فلز بزنیم، یا بیایم با مواد نفتی آغشتش کنیم.
بیان یه پارچه رو روغنی کنیم روی فلز بکشیم، بیان نفتی کنیم روی فلز بکشیم، بیان قیر روش بریزیم، همه اینها باعث میشن که آدو و آشگاه روی این اثر نگذارن. خوردگی در حضور همزمان این دوتا اتفاق میفته، اگر یکیشون باشه و دیگری نباشه خوردگی اتفاق نمیفته. ما مشاهده میکنیم که سرعت خوردگی در مناطق شرجی در بنادر خیلی بیشتر از سرعت خوردگی در مناطق خشکه. شما اگر دو تا قطعه آهن رو یکی رو تو چابهار بذارید یکی رو تو زاهدان بذارید، مشاهده میکنید که اونی که تو چابهار قرار گرفته در واقع سرعت خوردگیش بیشتره. یا اگر شما یک میخ آهنی رو تو آب بندازید، آبی که قبلا حرارت دادید، اکسیژنش رفته بیرون، هوای حل شده رفته بیرون، و روش یه مقدار روغن بریزید، باز اون میخ زنگ نمیزنه چون اکسیژن دیگه وجود نداره. خب اما خوردگی چطوری اتفاق میفته؟ ما داریم میگیم که اگر رطوبت و اکسیژن همزمان اثر بگذارن خوردگی اتفاق میفته. فرض کنیم این یک قطعه آهن باشه و یک قطعه آب روی این قرار بگیره. حالا کتاب درسی شما قطعه آب یه روزاره بزرگتر بشه داده، ما پیروی کنیم از کتاب و یه روز بزرگتر بشه. پس این قطعه آب هست که روی این قطعه آهنی در واقع قرار گرفته. هنگامی که قطعه آب روی آهن قرار میگیره، در واقع یک جور سلول گالوانی درست میشه، یک رقابت درست میشه، یه آنود یک کاتود در واقع خواهیم داشت. اما آنود کاتود ما چی خواهد بود؟ زیر قطعه آب جایی که مقدار اکسیژن کمتره اونجا رو به عنوان آنود انتخاب میکنن و محل تلاقی قطعه آب آهن و هوا، یعنی اینجا جایی که اکسیژن زیادتره، اینجا رو کاتود انتخاب میکنن. پس آنود زیر قطعه آب جایی که بنزت اکسیژن کمتره و کاتود محل تلاقی قطعه آب هوا و این آهن یا هر فلز دیگه هست، اینجا میشه کاتود. خب اتفاقی که میفته اینه که FD جامد میشود FD دو مثبت AQ به علاوه دو الکترون. پس اینجا آهن شروع میکنه به خورده شدن، اتم های آهن جدا میشن به صورت FE دو مثبت وارد محلول میشن، اکسایش در آنود اتفاق میفته. اینجا هم که ما گفتیم آنوده، این فرایند هم که فرایند اکسایشه. پس آهن شروع کرد به خورده شدن، این یونها هم وارد قطره آب میشن، پس در واقع میشه محلول الکترولیت ما. اما الکترون ها چی؟ جهت جابجایی الکترون ها در سلول‌های گالوانی همیشه از آنود به سمت کاتوده. پس خود این آهن به عنوان یک مدار درونی میاد الکترون ها رو منتقل میکنه و میفرسته به پایگاه کاتودی یا میفرسته جایی که کاتود هست. در اونجا چه اتفاق میفته؟ آدوی گازی در حضور آب الکترون ها رو میگیره و تبدیل میشه به OH منفی AQ. ما داریم میگیم آدو در حضور آب الکترون ها رو میگیره، یعنی اگر آب نبود این فرایند هم اتفاق نمیافتاد. پس وجود آب باعث میشه که آدو بتونه الکترون ها رو بگیره و کارش پیدا کنه. خب اینجا دو تا داریم، چهار تا و اینجا هم چهار تا. پس این اکسایش در آنود و این کاهش در کاتود. خب یون OH منفی هم وارد در واقع محلول میشه. اما همین جایی که OH منفی به وجود اومده، Fe دو مثبت همین جا میاد با OH منفی واکنش میده و همینجا حالا شکل کتاب شما سمت راست کشیده، من دارم سمت چپ نشون میدم، فرق نمیکنه. همینجا ما شاهد تشکیل یک رسوب هستیم. در واقع Fe دو مثبت AQ با OH منفی AQ
این دوتا تبدیل میشن به FeOH دو مرتبه رسوب که غالبا همه به رنگ سبز هست، بخاطر که Fe دو مثبت رنگش سبز، ترکیب حاصل هم یه مقداری سبز رنگ هست. اما FeOH دو مرتبه مجددا در حضور O2 و H2O اکسایش پیدا میکنه. FeOH دو مرتبه حاصل در حضور O2 و H2O دوباره اکسایش پیدا میکنه و تبدیل میشه به FeOH سه مرتبه یا Fe2O3 H2O که این همون فرمول اکسید آهن یا زنگ آهنه. پس ببینیم که به راحتی آهن تبدیل میشه به Fe2O3 یا به زنگ آهن و خردگی داره اتفاق میفته. از این شکل میشه سوالات متنوع و متفاوتی رو مطرح کرد. ما در اینجا گفتیم که یه چیز شبیه سلول گالوانی اتفاق افتاده، تشکیل شده. یه آنود داریم، یه کاتود داریم، اکسایش در آنود، کاهش در کاتود. حالا اگر من بخوام این رو با یک سلول گالوانی مقایسه کنم، فرض کنید این سلول گالوانی که ما داریم اینجا زدن دو مثبت، سیوی دو مثبت، تیره زدن و اینجا هم تیره سیو، ولسنج مدار بیرونی. در اینجا گفتیم این خورده میشه، زده دو مثبت میاد رو محلول ایش رو و چاپ میشه. خب یه مدار بیرونی داریم، این رشته سیم میشه مدار بیرونی که اگر این مدار بیرونی نباشه در واقع ولتاژ هم تولید نمیشه. الکترون ها توسط مدار بیرونی از آنود به سمت کاتود جابجا میشن، اما در فرایند خوردگی آهن الکترون ها توسط مدار درونی جابجا میشن. مدار درونی که ما اینجا داریم یک رشته سیمه، اونجا باشه مدار بیرونی که داریم یه رشته سیمه. سیم رسانای الکترونیه، رسانای یونی نیست. خب این آهن هم رسانای الکترونیه. پس مشاهده میکنیم در هر دوتا در واقع رسانا و رسانای الکترونیه، با این تفاوت که اینجا رسانای الکترونی ما میشه مدار درونی، اما اینجا رسانای الکترونی ما میشه مدار بیرونی. این یه تفاوت. بریم سراغ تفاوت دوم. این قطره آب در واقع میشه مدار بیرونی، مدار بیرونی یون هم داره، پس میشه رسانای یونی. پس یون ها در مدار بیرونی دارن جا به جا میشن، اما اینجا همونجوری که مشاهده میشه محلول های ما مدار درونی رو تشکیل میدن. کاتیون میره به سمت کاتود، آنیون میره به سمت آنود. پس این تفاوت ها رو این دو تا شکل دارن. حواسمون به این مدار بیرونی و مدار درونی باشه که در اون سلول گالوانی مدار بیرونی چیه و در این سلول گالوانی مدار بیرونی اون چیه. اینجا مدار بیرونی رسانه‌های الکترونی، اینجا مدار بیرونی رسانه‌های یونی. در اینجا محلول میشه رسانه، اما رسانه‌های یونی که میشه مدار درونی، اما اینجا خود آهن در واقع میشه مدار درونی و رسانه‌های الکترونی. در چه محیط‌هایی سرعت خوردگی آهن زیاده؟ در محیط‌های اسیدی سرعت خوردگی آهن زیاده. در محلول نمک‌ها مثل آب دریا که الکترولیته سرعت خوردگی زیاده. اما نکته جالب اینه که سرعت خوردگی در محیط‌های قلیایی کمه. چه فرقی می‌کنه؟ ما می‌گیم در محیط‌های اسیدی پاش مثبت زیادتره و سرعت خوردگی بیشتر میشه، مبادلات الکترونی بیشتر اتفاق میفته. خب تو محیط بازی هم OH منفی زیاد داریم، پس بازم یون زیاد داریم، مبادلات الکترونی باید بیشتر اتفاق میفته. اما چرا در محیط های بازی سرعت خوردگی کمه؟ نرداشت خود دارم پرچنه؟
نه. ببینید فرایندهای اکسایش در آنود و کاهش در کاتود، این فرایندها در اصل فرایندهای برگشت پذیرند. فرایندهای چی هستند؟ برگشت پذیرند. اما بسته به نوع سلول، حالا یا رفتش انجام میشه یا برگشتش. آهن یه جایی اکسایش پیدا میکنه، یه جایی هم افید مثبت کاهش پیدا میکنه، بستگی داره مقابل کی قرار بگیره. اگر توی بحث تعادلات ما یه اصلی داریم به نام اصل نوشاتلیه، اصل نوشاتلیه میگه اگر شما یک سامانه در حال تعادل داشته باشید، اگر شما یک سامانه در حال تعادل داشته باشید، الان این یک سامانه در حال تعادل، این سامانه در حال تعادل، من با اضافه کردن نوک ماژیک به این، این سامانه در حال تعادل رو به هم زدم، این بس سنگین شد. تعادل چیکار میکنه؟ تعادل طوری جا به جا میشه به چپ یا راست بسته به اون اثری که ما اعمال کردیم، اثر این رو کم کنه و به یک تعادل جدید برسه. حالا شما داری میگی که این فرایند، میگیم سرعت خوردگی در محیط قلیایی کمه، در محیط قلیایی چیزی که زیاده چیه؟ اوهاش منفی. پس مقدار اوهاش منفی در این سمت تعادل داره زیاد میشه. چون مقدار اوهاش منفی این برای تعادل زیاد میشه، پس اصل نوشاتلیه میگه این تعادل برگرده تا اثر این عامل مزاحم کم میشه. اگه برگرده فرایند کاهش در کاتود کم اتفاق میفته. اگر این کاهش در کاتود کم اتفاق میفته، اکسایش هم در آنو کم اتفاق میفته. اکسایش یعنی خوردگی آهن، پس آهن خورده نمیشه. این در واقع توجیه علمیش هست، اما در جایی از کتاب ها نوشته نشده که در واقع چرا این اتفاق میفته. فقط همینقدر ما اشاره میکنیم به اینکه سرعت خوردگی در محیط‌های اسیدی و در محیط‌های الکترولیتی مثل نمک، سرعت خوردگی چیه؟ زیاد کنه. اما کتاب شما یک مقایسه بسیار زیبا انجام داده، یک مقایسه بسیار زیبا انجام داده. من این مقایسه رو بنویسم تا متوجه زیبایی این بحث بشید. ما دو تا معادله داریم توی قسمت خود را بیازمایی یا فکر کنید کتاب. حالا این رو تو صفحه 82 جزوه دارم من. پایین جزوه دو تا معادله نوشته شده. یکی از این معادلات همین یکی اینجا داریمش. من دوباره بازنویسی میکنم. پس کاهش در کاتود، اودوی گازی به علاوه 2H2O مایه به علاوه 4 الکترون می شود 4 تا OH منفی اکیو. پتانسیلی که برای این به ما داده E0 کاه 6 مثبت 4 یا 40 سنوم ولت. خب اودو به علاوه اودوی گازی به علاوه 4 تا هاش مثبت اکیو به علاوه 4 الکترون می شود 2 تا هاش دوی مایه. این صفر این فرایند رو به ما داده مثبت 1.23 ولت. این فرایند هم کاهش در کاتوده، فرایند بالایی هم کاهش در کاتوده. ما الان گفتیم که سرعت خوردگی در محیط های اسیدی چیه؟ بیشتره. چرا سرعت خوردگی در محیط های اسیدی بیشتره؟ مقایسه‌ای که کتابتون انجام میده بسیار مقایسه زیبا و علمیه. ببینید ما میگیم در کاتود اکسیژن در حضور آب کاهش پیدا میکنه و هرچه این کاهش با قدرت بیشتر اتفاق بیفته، کاهش یعنی گرفتن الکترون. این الکترون ها رو از کجا باید بگیره؟ این الکترون ها الکترون های حاصل از اکسایشه. هرچه الکترون ها با قدرت بیشتری گرفته بشن و تمایل اودو برای کاهش یافتن بیشتر باشه، آهن بیشتر اکسایش پیدا میکنه. اگر کاهش بیشتر اتفاق بیفته، حتما اکسایش هم بیشتر اتفاق خواهد افتاد.
اینجا پتانسیل رو 4 دهم داریم، در محیط های اسیدی پتانسیل 1.23 داریم. پس کاهش در محیط های اسیدی بیشتر اتفاق میفته، چرا که پتانسیل کاهشی چیه؟ بزرگتره. اگر کاهش در محیط های اسیدی داره بیشتر اتفاق میفته، به همون نسبت افزایش در آنان هم با شدت بیشتر اتفاق خواهد افتاد. من متن رو میخونم با توجه به این واکنش های زیر، یعنی این دوتا و پتانسیل کاهشی آنها. کاهش اکسیژن در محیط اسیدی به خوبی و با قدرت انجام می شود. در واقع با توجه به صفر کاهشی O2 در محیط اسیدی، O2 تمایل بیشتری به گرفتن الکترون و کاهش یافتن دارد و اکسنده بهتر و قوی تر است. به همین دلیل خوردگی آهن در محیط اسیدی بیشتر انجام می شود. قبلا ما بحث خوردگی تو محیط اسیدی رو از دیدگاه دیگری بررسی می کردیم. می گفتیم در محیط های اسیدی نسبت به آب معمولی، در محیط های اسیدی هاش مثبت زیاد داریم. در واقع این یون های زیاد مبادلات الکترونی رو بیشتر می کنن. ولی حالا مبادلات الکترونی رو ما از دید دیگری بررسی می کنیم و از دید ای صفر بزرگتر تمایل بیشتر برای کاهش یافتن بیشتر. چرا تایم داریم برای آره زنگی حالا دو با همه تا هشت سیه حالا چند؟ هشت یه رو باش کرده باش باش. خب فرایند خوردگی آهن رو بررسی کردیم، دیدیم که به چه صورت داره اتفاق میفته. از شکل‌های کتاب درسیمون غافل نشیم، پس شکل‌ها رو به خوبی در ذهنمون بسپریم. یا هشت سی چهار باشون نه واسه هم پاشون مشکله، بعد بچه ها سوال هم بپرسن اینجا داری کنم؟ نه نمیدونم تا باید نم بیا شما ببینیم شکل کتاب همینه، فقط دو تا فرایند رو یک جا کشیده و توضیح داده. من شکل کتاب درسی رو همینجا نشون بدم. شکل کتاب درسی این، حالا قطره آب رو گفتم بزرگ نشون داده، اینجا خوردگی اتفاق افتاد، شد FE دو مثبت و بعد FE سه مثبت و آثار زنگ اینجا نمایان شد. بله شکل کتاب همینه، فقط من جداگونه توضیح دادم، گفتم یه بار FE میشه FE دو مثبت علاوه دو الکترون، که این FE با OH منفی میشه FE OH دو مرتبه و این دوباره افزایش پیدا میکنه و میشه FE OH سه مرتبه. در واقع اینجا FE دو مثبت رو نشون داده که FE سه مثبت بعد شده زنگ آهن. حالا ما همه معادلاتش رو نوشتیم. شما کتاب درسی رو در نظر بگیرید و شکل کتاب درسی در واقع شکل مهم هست، پس حواستون به شکل کتاب درسی باشه، اما معادلاتش همینایی که ما نوشتیم و همین معادلات رو توی جزوه هم آوردیم. با رنگ دو تا نه چی مهمه؟ بله هاش تو رفیو هاش رنگ رفیو هاش تو آره این صف و این چی؟ قهوه‌ای زنگ. وقتی آهن زنگ میزنه آهن سه رنگ قهوه‌ای رو ایجاد میکنه. خب بریم سراغ خب چیکار کنیم که خوردگی اتفاق نیفته. گفتیم میتونیم یه روجشی بیایم روی آهن قرار بدیم. حالا این روجش میتونه رنگ باشه، میتونه یه پوشش فلزی باشه، میتونه مواد نفتی باشه. اما اگر بخوایم یه پوشش فلزی روی اون قرار بدیم چطور این اتفاق میفته؟ ما دو رو آهن داریم، یه آهن روی اون در واقع لایه نازکی از فلز ZN نشسته و یک آهن
روی اون لایه نازکی از فلز قلع نشسته. در واقع چطوری میشه قلع رو روی آهن نشون، یا چطوری میشه زدین رو روی آهن نشون؟ شما دستتون رو مشت کنید تو قطعه رنگ، فرو کنید بیاری بیرون، یه لایه نازک از رنگ رو دستتون میشینه، زدین رو مذاب کنید، آهن رو در زدین مذاب فرو کنید بیاری بیرون، یه لایه نازک از زدین روش میشینه. اما میتونید علمی همین کار رو انجام بدید، بفتگاه در فرآیند آبکاری بیاییم زدین رو آهن بشونیم یا قلب رو آهن بشونیم. فعلا بحث اینکه چه دارید اتفاق میفته نیست، بحث اینه که ما داریم آهن رو از اکسیژن و رطوبت دور نگه میداریم، یه بار بالایی نازکی از زدین و یک بار بالایی نازکی از فلز قلب. تا زمانی که کاملا آهن پوشیده شده، چه با زدنه چه با قلب، هیچ اتفاقی نمیفته. اما همین که خراش ایجاد شد و آهن دیده شد، از اونجا خوردگی شروع بکنه به اتفاق افتادن. اگر آهن رو با زدنه بپوشونی، بهش میگن آهن سفید یا گالوانیزه، و اگر باز قلب بپوشونی بهش میگن حلبی. که ما هم حلبی رو تو زندگی روزمرمون میبینیم و هم آهن سفید یا گالوانیزه رو میبینیم. حلبی در ساخت قطعه‌های روغن، در ساخت قطعه‌های کنسرو و کمپوت‌ها ازش داره استفاده میشه. امروزه حلبی کمتر استفاده میشه. شما اگه درب یک رب گوجه فرنگی رو باز کنید، روی جداره داخلی قطعه شما یه رنگ سفید یا کرم می‌بینید. این رنگ سفید یا کرم دیگه قلب نیست، یعنی دیگه ما بهش نمیگیم حلبی. آمدن اون رو رنگ زدن، رنگ‌های مخصوصی تحت عنوان رنگ‌های اپوکسی که مقاومت زیادی در مقابل در واقع خراش افتادن دارن و یه لایه محافظی میشن و دیگه آهن دیده نمیشه. مخازن بزرگ نفتی که توی شهرها مثلا تو زاهدان سمت کلاتی میری وجود داره، این مخازن بزرگ نفتی داخلشون تماما رنگ اپوکسی میخوره و این باعث میشه که مقاومت اون دیواره آهنی بره بالا و خوردگی اتفاق نیفته. امروزه کمتر دیدارن از قلب استفاده میکنن، دیگه داره مرسوم میشه. اما آهن سفید یا گالوانیزه، بشکه هایی که آب توش ذخیره میکنن، آبگرمکن هایی که مخازن بزرگ آب دارن، بشکه های گالوانیزه، بدنه ای بعضی از ماشین ها مثل اتوبوس گالوانیزه است، بدنه بعضی ماشین ها مثل لندروور چون ماشین انگلیسیه و تماما در مناطق شرجی بوده، بدنش طوری طراحی کرده که در واقع خوردگی اتفاق نیفته. اما آهن سفید یا گالوانیزه یک اشکال داشت، رنگ روش وای می‌ریخت، یعنی رنگ می‌ریخت. خب الان این اشکال برطرف شده و رنگ‌هایی درست شده که چسبندگی زیادی بر روی آهن سفید یا گالوانیزه دارن. بریم بحث خوردگی رو بررسی کنیم. اگر خراش اینجا ایجاد بشه، الان آهن داره دیده میشه. اگر خراش اینجا دیده بشه، کنده بشه، ایجاد بشه، قلب کنده بشه، آهن دیده میشه. به محضی که آهن دیده شد، در حضور قطره آب، در حضور قطره آب، فرایند خوردگی اتفاق میفته، آن هم به شدت. پس این در واقع میشه قطره آب، دیجا هم قطره آب. با وجود قطره آب، زدن و آهن، دوباره یک سلول گالوانی ایجاد میشه. با وجود قطره آب و آهن، دوباره یک سلول گالوانی ایجاد میشه. اما اینکه در این سلول گالوانی کی کاتوده و کی آنوده، بله. ادامه این بحث رو ما میگذاریم برای جلسه آینده. خسته نباشید، خدا حافظ شما باشید.